تو همون گفتی اوکی. اوکی آقا. زدی؟ بله. بچه‌ها نگاه کن، ما درب تابلو امروز باز نکردیم. اصلا این درب تابلو وقتی ببینیم سه تا چراغ داره می‌فهمیم که تابلومون سفازه. درست شد؟ الان عیبی که این تابلو داره اینه که دو تا یه دونه چراغش سوخته، هنوز عوض نکردن. یه موقع یکی ممکنه بیاد فکر کنه که برق قطع شده. یه فاز این قطع شده. ولی اگه سه تا فاز وصل باشه، سه تا چراغ چیه؟ روشنه. پس ما چراغ سیگنال رو برای چی رو در میزنیم؟ بفهمیم که برقمون وصل هست یا نه. همین رو میتونیم دیگه. پس نگاه کن یعنی چی میکنیم؟ ببین؟ نگاه کن اینا لام نداره. پس بعد این لام بگیریم چیکار کنیم جایگزین کنیم؟ درست شد یه کوچولو برق داشت. خب درب تابلو رو باز می‌کنیم. اما دیگه تابلو برق تولید نمیشه که بچا بخواد روش تلق داشته باشه. که بخواد توش ببینید. همه تابلو دیگه چی؟ کلا فلزیه. دیگه داخلش دیده نمیشه. حالا دربش رو باز می‌کنیم. این که میشه چی؟ لولوهای تابلو. نگاه کن. این لولاشه. حالا لولا یا میتونه مثل این به راست باز بشه یا به چپ. حالا این که به راست باز بشه یا به چپ، شما باید به اون تابلوساز بگی. ممکنه این بغل مثلا یه دیوار اینجوری باشه، این مثلا به این ور باز بشه خوبه، گیر نکنه. یا مثلا اینجا یه چیزی باشه که وقتی باز بکنه به یه چیز دیگه گیر کنه. خیلی مهمه این. این تابلو الان لولا راسته که بهش میگی هیچ. حالا قفل روی اینو میتونی بگی مثلا همینجا کلیدی بذاره، یا اینکه قفلی بذاره که هر کلیدی بهش نخوره. الان اینجا رو با پیشکشی میتونی باز باز بکنی. میتونی بگی کلیدی بده، یعنی تا کلید داخلش نندازی باز نکنه. حتما باید کلید خاص خودش داشته باشه. درسته. آه ولی این کلید اشتباهه، مثلا این یه اتفاق بعدی داره. صورت تو بیاریم میدونم چی بگی. اونم هست. بله. نکته بعدی این تابلو، نه تابلو چیه؟ توکاره، روکار نیست. از کجا میفهمیم؟ نگاه کن اینجا رو ببین، لباشو ببینی. نگاه کن رفته توی دیوار. ببین اینقدر از عمقش رفته تو. اگر روکار بود تا اینجا بعد میمد جلو. نگاه کن تا اینجا بعد میمد جلو. پس این تابلو چیه؟ تابلو چوکاره. ما تابلو یه چوکار داریم یه روکار. یعنی چی؟ چوکار. ما میفهمیم. ما دیوارو به اندازه عمق این تابلو نگاه کن کندن. گچ میبینی دیگه. بعد این تابلو چیکار کردن؟ ما تا زمانی که تابلو برقمون رو نخریدیم نیومده، نباید بکنیم. چون ممکنه زیاد بکنیم، گچکار زحمتش زیاد بشه. پس میکنیم میزه داخلش. حالا میریم سراغ بقیه مسئله. لامپ سیگنالی که بهتون گفتم بچا نگاه کن، از هر فاز 1 2 3 از هر فاز یه دونه نمونه میبره برای یه دونه چراغ سیگنال. نگاه کن فاز 1 فاز 2 فاز 3 اینم که اومده به هم دیگه وصل کرده چیه؟ نوله. پس یه طرف لامپ سیگنال چی داره؟ نول داره. اینجا اشتباهی که کرده سیم نولش بدون روکش گرفته. اینا روکش نداره. خطرناک نیستش آقا. نه دیگه بدون روکش میدونم. ولی باید روکشدار کار بکنه. اصلا ما بدون روکش نداریم دیگه. ببین سیم نول اینجا بدون روکش کار کرده. بعد حتما چیکار کنه؟ حالا اون فیوزه رو میگم میگم یکی کی میگم. حالا این برق داره؟ آره دیگه برق داره. کدوم؟ این سیم نول نه الان برق نداره. من یار وقتی میخوام تو چرا؟ چرا برق داره؟ چرا سیارو؟ خب نگاه کن اینجا رو. خب الان میگم خدمتتون. ببین این یه نمونه تابلوه. تابلوی الان دیگه به این شکل کار نمیشه. چرا؟ الان براتون توضیح میدم. برق ورودی که از پایین میادش، ببین این کابلی که از همه ضخامتش بیشتر هستش بهش میگن چی؟ کابل ورودی. شما الان اگه میخوای بفهمی این تابلو کابل ورودیش کجاست، می چیکار میکنی؟ کابلی که ضخامتش از همه چی هست بیشتر هست. الان از کابلی که از اینجا اومده نگاه کنید، این ضخامتش از همه بیشتر هستش. یا اینه یا اینه که بچه‌ها. حالا از کجا متوجه میشین؟ برق که اول میاد داخل تابلو، اول میاد داخل کجا؟ یا داخل ستا فیوز فشنگی یا داخل کلید اصلی. الان نگاه کن. حالا کلاً همه چی قطع شد. درست شد؟ الان نگاه کنی. مینیاتورمون دیگه بردار نیست. اگه دستت هم اینجوری بگیری بزنی بهش دیگه برق شما رو نمیگیره. تا زمانی که این قطع است. میخوای کار تعمیرات انجام بدی؟ میل قطع می‌کنی، مینیاتور رو در میاری، عوض می‌کنی، کاراتو می‌کنی. اینجا رو میخوای کارهایی که انجام بدی انجام بدی، بعد می‌بست. درست شد؟ پس بعد اول اصلا میاد کجا؟ اول از همه از پایین که میاد میاد داخل کلید اصلی. به این کلید چی میگن؟ به این میگن کلید 01. روش هم خودش نوشته. بهش میگن کلید 01. کلید 01 توی بازار دو نوع داریم، یا تک فاز یا سه فاز. تک فاز کوچولوترن، اندازشون خیلی کوچولو هست، ولی سه فاز. حالا اصلا فرض کن من سه فازش ندارم، میخوام بفهمم که این سه فاز یا تک فاز. نگاه کن سه تا سیم به پایین وصل شده، سه تا به بالا. پس میفهمم که سه تا فاز اومده، سه تا رفته. سه تا برقی که از پایین اومده اول میاد داخل این، بعد از اینجا میاد داخل کجا؟ فیوز فشنگی. سه تا فیوز فشنگی. نگاه کن از اینجا میتونید متوجه بشید. ببینید؟ آخ اینجا نگاه کن.
ببین سه تا برق که از پایین اومده اومده داخل این، از اینجا اومده داخل فریز فشنگی. آقا اون شونه هست که گفتی؟ آره شونه کو؟ شونه اون آقا بالا همونه که بالا. اینجا این شونه دستی درست کرده دیگه. نکته بسیار مهم. نکته بسیار مهم. برق اول از همه که میاد تو، اول میره داخل کجا؟ بعد از کلید محافظه جان که تو بازار به غلط میگن محافظه جان، اسم درستش چی بود؟ کلید نشتی جریان. میاد داخل نشتی جریان، از نشتی جریان میاد میره داخل بگو کلید اصلی، بعد میاد میره داخل فیوزه فشنگی، بعد میاد میره از فیوزه فشنگی میاد تقسیم میشه میره داخل کلید جریان. خب پس این سه تا شد فیوزه فشنگی که قبلا براتون توضیح داده بودیم. یکی شما رو باز میکنیم. آره مثلا الان فاز دو رو باز میکنه. چرا مصرف کننده نداره؟ خب ببین نداره. نگاه کن. اولا که نگاه کنیم بچه‌ها. چه رنگیه؟ بذم یه فاز دیگه رو باز کنیم. بذم یه فاز دیگه رو باز کنیم که برای روشن تر کنه. سفید. این سفید نیست. پولکش افتاده سیم داخلش. خب. آها گفتید پولکش افتاده. آها درد نشود. قد کن برو 10 دقیقه بعدی. چش. دقیقه شو. خب بچه ها نگاه کنید. ببین این فیوز فشنگی. این که چیه محمد زیرش؟ تو همونجا وایس. بهش میگه پایه فیوز. پایه فیوز. این بهش میگن چی؟ فشنگ فیوز. فشنگ تفنگ وقتی میزنیم میفته رو زمین. اینو بهش میگن کلاک فیوز. فیوز میره داخل کلاک فیوز، اینجا میگیری جا میزنی. حالا فیوزا که رنگ پولکش قبلا بهتون گفته بودم. اینجا اشتباهی که کرده، فیوز سوخته بود. اومده این دوتا فلز دوتا درمشه در آورده نرفته فریز بخره، یه دیگه سیم انداخته این تو. ببینید دیگه نه من خیلی خطرناکه. چرا؟ نه دیگه اومده کار خطرناکه. چرا؟ چون اون فریز قبلی اون فلز مسی که داخل این بود استاندارد بود. مثلا فرض کن که الان این نوشته روش 16 آمپر، این سیمی که انداخته توش اگر بیشتر از 16 آمپر بشه که میشه دیگه، نگاه کن آره دیگه همین چیزی که انداخته، اگه بشه یه موقع اتصالی بکنه که بیشتر از 16 باشه این دیگه قطع نمیکنه، سیما مونو میکنه. خیلی خطرناکه. سیما الان دو تا شما چیزی سیما ممکنه تا نسوزه دیگه براتون. حتی بعضی جا من پیش میشه کنترل قطع کنی فرق کل سوال آقا اگه قطع بشه بعد من بگم بعد. خب حالا ما کلید نشه جریان یا جریان باقی مانده یا محافظ جان رو گفته بودیم، گفتیم ماه یک بار موقعی که برق وصله. ببین الان نگاه کن الان برق قطعه، الان عمل نمیکنه. پس روش تستش اینه که حتما باید برق وصل بشه. برق رو وصل میکنی ماه یک بار میری میزنی. حتی شما اگه دم دستت بود دو هفته یه بار سه هفته یه بارم بیا بزن، کسی بهت نمیگه چرا زدی، می تستش میکنی دیگه. اینو میری بالا همه چی که اوکی بود یه لحظه میزنی. اگر این پرید پس این کلید ساده بود. الان خیلی اگر نپرید اگر نپرید میری که دیگه میخری جای بزنی میکنی. اینم واسه درست شد. الان این کلید نشتی جریان یا همون محافظه جان خودمون چند پله؟ چهار پله. یک دو سه چهار. آه یعنی سه فاز. یعنی سه فاز. خودش اومده نور مشخص کرد. نور اینجاست. رنگ سیمش هم قهوه‌ای، سه تا فازش هم اینجاست. پس سه تا فاز ورودی میدیم اینجا با نور، خروجی رو از اینجا میگیریم. میریم مرحله بعدی. کلیدهای مینیاتوری طبق استاندارد با توجه به آمپرش رنگش فرق میکنه. الان یکی میگه آقا قلم نیاد چرا اینقدر بی سلیقه کار کرده، رنگاشو نگاه کن آبی زرد قرمز، به خاطر اینکه استاندارد داره. الان مثلا این کلید مینیاتوری 20 آمپره، خب 20 آمپر همشون لبشون چه رنگی؟ آبی. مثلا این چنده 25 سفاز زرد، مثلا این قرمز تکواز 25 مثلا اینو استاندارد داره. جدولش بعدا بهتون میدیم دیگه. نازنین حالا از کلید مینیاتوری میاد میخواد بره کجا؟ به سمت مصرف کننده. پیریز ها و روشنه. خب نور نگاه کن، گفتم وقتی ما داخل کلید محافظه جان بعدش میاد کجا؟ اینا داخل شینه. البته اینجا درست کار نکرده، اینا نه سرسیم زده درست کار نکرده. وقتی ما داخل شینه نور، از شینه نور نگاه کن داخل هر لوله یه دونه فاز نور هست میخواد بره دیگه، درسته؟ خب فازش رو از این میگیره، نورش هم از اینجا میگیره میره، ارتش هم از اینجا گرفته اینا که اینجا با شینه میزنه. بگو چقدر بد کار کرده وله، این خیلی خطرناکه. بلد نبود کار درستی انجام نداده دیگه. اینجا باید همه اینا سرسیم بخوره بچا چی بشه؟ قشنگ مرتب و منظم بشه. اینا که ترمینال کاوچویی هستش. اینا که زرد بشه میشکره. اینا کاوچویی بهش میگه ترمینال ریلی هم بهش میگن تو بازار. ریلی رو نگاه کنید چه جوریه. ریل این با ریل کلید مینیاتوری قیافش فرق میکنه. اگه میخواین ترمینال بزنی بعد بدی بگی بهش بگی من ریل چی میخوام؟ ترمینال میخوام. اصلا فرق میکنه تو جا میره. اینم از این. حالا ایوای